پیش از این دیدار هم مثل کرمان موفق شد حریف خودش رو شکست بده تا نایب قهرمان فصل گذشته. ضمن اینکه اینجا گل تساوی بخش رو هم ملاحظه کردین، خوب تیم سپاهان نوین اصفهان که تیمش بسیار خوب کار کرده در این دیدار. باز هم شوت از راه دور، این بار شوت از راه دور ملاحظه کردین که به چه شکل زرتپوشی که الان توپ رو در اختیار داره هم اسدزاده، قاسمی، کاظمی، شیبانی زاده، احمدپور، یادگاری، رعوفی، کاظمی، عبدالرشیدی، قرائی پور، مانیان. آخرین دستورات تاکتیکی رو شهرداد مرتجی به تیمش منتقل میکنه تا در این حمله هم تاکتیکا رو به خوبی پیاده بکنن، کاری که انجام دادن و دروازه علی رحیمی رو باز کردن. انجام بدن یا خیر، یه فینت میزن اما راه ها بسته است. حالا شوت از راه دور نتیجه بخش است. نتیجه میگیرن از شوت های از راه دور. بعد از اینکه دو گل از حریف خودش عقب افتاد در 23 دقیقه، این بار با نتیجه 25-24 و با یک گل برتری از حریف خودش پیشی هم میگیره. عکس العمل سپاهان رو ببینیم. پوریا رعوفی، یادگاری، چه شوت زیر خوشگلی زد رضا یادگاری. توپ درون دروازه قرار میده. 11 گل برای فولاد نوین سپاهان است. 13-11. ببین چه زیبا زد توپ. سرعت توپ بالا بود و فاصله نزدیک. همین بازیکن ثابت توپ در نقش توپ برکن است به یادگاری میسپاره. خود یادگاری از بغل راست ضربه‌شو میزنه به زیبایی، یه گل رو جبران میکنه. یادگاری گل دهم رو میزنه. 11-10 گل رو به ثمر میرسونه. صحنه آیسته رو ببینین، به این شکل یادگاری بود. بعد رضا یادگاری دروازه حریف رو باز کرد، 3-2 به سود فولاد نوین سپاهان هست. یک باری که فرصت برای نیروی زره داور سرپرست فنی هم سیف‌الله حیدرپور از آذربایجان قبیز، یک گل قشنگ رو میزن. یار 11 دروازه رو باز میکنه. یار 11 فولاد نوین که نامش یادگاری است، بازیکنی که سالی گذشته بسیار درخشان ظاهر شد در لیگ برتر هندبال ما. حساب کار 2-1 به سود فولاد نوین سپاهان.